سرخط خبرهای تازه از افغانستان و جهان. اوباما: ماموریت افغانستان دشوار اما ممکن. گیت: خروج نظامیان از این کشور آهسته خواهد بود. تلاش ها برای جذب بیشتر زنان در صفوف پلیس. پلیس موجود پاسخگوی نیازمندی ها نیست. فاجعه ناشی از سیلاب در پاکستان هر روز چهره بدل می کند. صدها هزار بی خانه و بیش از هزار تن قربانی. و در صورت نیاز طرح حمله به ایران آماده است. مایک مولن: این یک گزینه خوب نه، اما اثر ناگزیری است. بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام و وقت بخیر. با مجموعه خبری ساعت 8 از نگاه خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 اسد سال 1389 هجری خورشیدی که برابر است با 2 آگوست سال 2010 میلادی. در این برنامه خبری من فاطمه احمدی با اتفاق همکارانم جواد سروش و مصطفی مهرزاد میزبانتان هستیم. اما برنامه این ساعت را با خبری از اظهارات تازه باراک اوباما و خروج نیروهای خارجی از کشور آغاز می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می‌گوید آنچه ما در افغانستان می‌خواهیم دشوار اما ممکن است. او بار دیگر تأکید کرد که نباید به شورشیان تروریست اجازه داده شود تا همچنان در منطقه فعال باشند. در همین حال وزیر دفاع آمریکا گفته است خروج نظامیان آن کشور از افغانستان به آهستگی صورت می‌گیرد. عزیز مبشر با جزئیات بیشتر این خبر. حرف و حدیث زیادی در مورد خروج نظامیان آمریکا از افغانستان مطرح می شود. دولت افغانستان در کنفرانس کابل تعهد کرد که تا 4 دیگر مسئولیت های امنیتی را خود به عهده می گیرد. اما دولت هالند زنگ خطر خروج نظامیان خارجی از افغانستان را روز گذشته به صدا درآورد. تا 1 دیگر به حضور نظامی هالند در افغانستان پایان داده می شود. در تازه ترین مورد وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که خروج نظامیان این کشور از افغانستان به آهستگی صورت می گیرد. بار جنگ در ولایت اروزگان که نیروهای هالند آنجا را ترک می کند نیز به دوش آمریکا می افتد. آقای گیتس روز گذشته به شبکه تلویزیون ABC آمریکا گفت که در جولای سال آینده صرف شمار محدودی از نظامیان آمریکایی خاک افغانستان را ترک می کنند. باید باز هم روی این مطلب تاکید کنم که ما افغانستان را در ماه جولای سال 2011 ترک نمی کنیم، بلکه فقط پروسه انتقال را آغاز خواهیم کرد. نظر شخصی من در این باره این است که فقط تعداد معدودی از نیروهای ما در این پروسه از افغانستان خارج خواهند شد. این جدول زمانی از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعیین شده است. آقای اوباما نیز به تازگی گفته است که رسیدن به آنچه آمریکا در افغانستان می‌خواهد دشوار اما ممکن است. اگه به این نتیجه برسم که ادامه حضور ما در افغانستان برای امنیت ملی آمریکا حیاتی نیست، همه سربازان آمریکا را از همین امروز از افغانستان خارج می‌کنم. زیرا نامه‌های تسلیت به خانواده‌های سربازان وقتی که عزیزانشان را در جنگ از دست می‌دهند من باید امضا کنم. عملیات ما به صورت کلی برای برهم زدن، شکست دادن و از بین بردن القاعده است و باید مطمئن شویم که آنها دیگر به افغانستان برنمی‌گردند. او بار دیگر تاکید کرده که نباید به شورشیان اجازه داده شود تا همچنان در منطقه حضور داشته باشند. پیشتر نگرانی‌هایی وجود داشت که ممکن است خروج زود هنگام ناتو از افغانستان به قدرت دوباره طالبان بیانجامد. وزارت داخله میگوید که تلاش ها برای جذب بیشتر پلیس زن از سوی این وزارت جریان دارد. با گفته مقام ها در این وزارت شمار پلیس زن حاضر به هیچ وجه جوابگوی نیازمندی های فعلی نیستند. در عین حال این وزارت سمینار 4 را برای مسئولان بخش تساوی جنسیت تمام ولایات کشور در کابل برگزار کرده است. مسافر قوقندی گزارش میدهد. هر یو قدم ده په هر کانی ده همت نکده ای په هرات، غزنی، پنجشیر او بدخشان اسکره. جمال عبدالناصر صدیقی، معین پلیسی و استراتژی وزارت داخله، میگوید در چند سال اخیر یکی از اولویت های این وزارت و کشورهای کمک کننده جذب بیشتر زنان در صفوف پلیس است. او میگوید
وزارت داخله تلاش دارد تا شمار پلیس زن را در آینده به 5000 افزایش دهد. به همین منظور ازدیاد 5000 پلیسی زن یا طبقه اوناست بر صفوف پلیس ملی افغانستان برای 5 سال آینده یک گپ ضروری و حتمی هست. در این حال شماری از مسئولان بخش تساوی جنسیت این وزارت ادعا دارند که رقم پلیس زن در شرایط کنونی جوابگوی نیازمندی های کشور را مرفوع نمی سازد. آنان از شهروندان کشور به خصوص زنان می خواهند تا به صفوف پلیس بپیوندند. به اساس شرایط سنتی که در کشور ما روان است، ما حضور زنان را بیشتر احساس میکنیم باید در قوای پلیس به خاطر رسیدگی به قضایای مربوط زنان باید داشته باشند. در زون شمال در حدود 168 نفر قشر اوناس داریم، هم از افسر، ساترمند، سرباز، مامور ملکی، حجیر که کفایت نمیکنه. ما به خاطر خود پیام دارم که اونا باید در این صفوف بپیوندند، وطن خود دفاع کنند. هیچ فرق بین زن و مرد نیست، میتونن اونا دم اروپا ها برن. در همین حال این وزارت برای رهنمود بیشتر تساوی جنسیت مرکز و ولایات سیمینار را برای 4 روز در کابل راه اندازی کرد. هدف اصلی این سیمینار جستجوی راه های بهتر برای جذب زنان در صفوف پلیس عنوان شده است. این در حال است که همکنون حدود 1100 تن از زنان در بخش های مختلف وزارت داخله مصروف کارند. از هفته تغذیه با شیر مادر در شهر مزار شریف